مراسم افتتاحیه دوره چهارم ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری امروز با سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در ساختمان سابق مجلس برگزار شد. هاشمی رفسنجانی در این مراسم اعلام کرد که دلسوزان نظام در حال تدوین متنی برای برون رفت از وضعیت فعلی بر اساس سخنان رهبر جمهوری اسلامی هستند. وی گفت باید شرایط اتحاد و وحدت در جامعه را فراهم کنیم و موانع اتحاد و وحدت در جامعه را برداریم. هاشمی همچنین در خصوص رویدادهای پس از انتخابات نیز از هر دو طرف خواست که مقید به قانون باشند. وی گفت چه مجریان و چه معترضان نباید از قانون عبور کنند، همه باید قانون را رعایت کنند، چرا که اگر هر کس از قانون عبور کند دیگر ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود و مبانی وجود نخواهد داشت و در واقع امور به پیش نمی رود. وی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد دادگاه‌ها و محکوم کردن سوء استفاده از مسائل مطرح شده و اعترافات گفت همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند آن چیزی اعتبار قانونی دارد که متهم در مورد خودش بگوید، نه آن چیزی که در مورد دیگران میگوید، و آن چیزی که مربوط به دیگران است اعتبار ندارد. هاشمی تلویحاً از صدا و سیما نیز به دلیل پخش اعترافات علیه نیروهای اصلاح طلب و فرزندش مهدی هاشمی انتقاد کرد و خواستار برخورد با رسانه‌های مختلف در پخش اعترافات شد. وی گفت اگر تخلفی هست باید با متخلف برخورد شود. این درست نیست که هر کسی هر چیزی که خواست بگوید و هر رسانه هر چیزی که خواست بنویسد و ما شاهد بی احترامی به شخصیت، آبرو و حیثیت افراد باشیم. این تذکر رهبری مانند دیگر تذکراتشان اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. محمود احمدی نژاد صبح امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در حرم آیت الله خمینی با تأکید بر اینکه جنگ 8 ساله ایران و عراق ایران را بیمه کرده است گفت هر کسی در هر نقطه از دنیا بخواهد علیه ملت ایران ماشه‌ای بچکاند دستش قطع می شود. وی دوران جنگ را تجلی سنت‌های الهی و ارزش‌های والای انسانی دانست و گفت ملت ایران برای بشریت پیام انسانی و برای مشکلات دنیا راه حل‌های انسانی دارد و خواهان برقراری صلح و امنیت پایدار بر پایه عدالت و پاکی و خداپرستی برای همه ملت‌های عالم است. وی ادعا کرد جمهوری اسلامی اهل منطق، گفتگو، دوستی و برابری مبتنی بر عدالت است و خطاب به نیروهای خارجی حاضر در خاورمیانه گفت شما امنیت ملت‌های منطقه را به خطر انداخته اید. از روزی که به بهانه مقابله با تروریست به منطقه آمده اید به حجم اقدامات تروریستی افزوده شده. اینها همه نشان می‌دهد روش‌های شما اشتباه است و به نتیجه نمی‌رسد و تنها توهین به ملت‌های منطقه است، لذا باید هرچه زودتر خود را اصلاح کنید. احمدی نژاد همچنین پیش از ظهر امروز تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ترک کرد. وی پیش از آغاز سفرش به آمریکا در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران در خصوص سخنرانیش در مجمع عمومی گفت ایران برای برون رفت از وضعیت امروز جهان دارای دیدگاه‌های انسانی و راه حل‌های مناسبی است، لذا اکنون فرصت مناسبی است که این راه حل‌ها و دیدگاه‌ها مطرح شود و علل حاکم شدن این شرایط در جهان که تقریبا همه از آن راضی نیستند ریشه یابی شود و راه حل‌ها ارائه گردد. وی با اعلام اینکه در سخنان خود خواهان صلح و امنیت برای همه جهان خواهد شد گفت امیدواریم سرنوشت زیبای مقرر شده برای بشریت هرچه سریعتر محقق شود و بساط ظلم و تحقیر ملت‌ها برچیده گردد.
حجت الاسلام محمد جواد منتظری با اشاره به انتقاد آیت الله خامنه‌ای درباره پخش رسانه‌ای اعترافات بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام کرد که در این زمینه صدا و سیما مقصر بوده است، نه قوه قضاییه. وی گفت در پخش دادگاه‌ها از رسانه‌ها اقداماتی خلاف موازین شرعی و قانونی صورت گرفت که امیدواریم با به کار بردن عقل و تدبیر بیشتر و عدم تکرار چنین اقداماتی شاهد آثار و تبعات سوء آن در جامعه نباشیم. منتظری با اشاره به اینکه اقدام انجام شده در پخش اعترافات منطبق با قوانین نبوده توضیح داد. متاسفانه چند جلسه دادگاه نیز به این منوال برگزار شده است. البته در سالهای گذشته هم برخی جریانات اتفاق می افتاد و به همین شکل عمل می شد، اما متاسفانه این اقدامات درس عبرتی نشد که بیاییم و چارچوبی تعریف شده برای پخش دادگاه ها مقرر کنیم.